چگونه با ایجاد رو می شود حکومت کرد. این مطالبی است که آقای گنجی گفتن، چون اهمیت دارد و به لحاظ تاریخی با خدمت شما بارها این امر رو اینجا مطرح کردیم که عرض شود که النصر به رعب و اسلام گرامی و عزیز با رعب و وحشت و ترور آغاز کرده و این ما دچار مشکل منطقی می شویم در این باب. یعنی اگر سخن خداوند باشد و استدلال اونقدر نیرومند باشد که خداوند فرموده باشد، احتیاجی به نیروی شمشیر رو عرض می کنم ایجاد وحشت و اینها ندارد. طبری می نویسد که وقتی که مهاجرت کردن این 780 مسلمان، این اهل مکه گفتن رفتند و راحت شدیم، اما عرض شود که از این سو اینها گفتن که نخیر، ما نمیذاریم راحت باشن، سر راه ها رو می گرفتن، ایجاد ترور و وحشت می کردند و اینها. النصر به رو و با رو و وحشت هست که اسلام عزیز گسترش پیدا کرد. اینجا اون بخش هایی رو میخونم خدمتتون. گنجی از چند جهت اهمیت داره، آقای اکبر گنجی. یکی از وجوه اهمیت گنجی این هست که در رژیم بوده از ابتدا و بعد روی برتافته و آدم بسیار باهوشی است و مطالب بسیاری هم نوشته، کتاب خیلی با ارزش هم در بیابرو کردن رژیم نوشته است و اینها. بله، بعد اینجا میگوید که آقای خامنه‌ای از ابتدا به کارهای نظامی امنیتی علاقه داشت. صحبت آقای اکبر گنج. وقتی دکتر چندران در کابینه بازرگان وزیر دفاع شد، او همزمان معاون وزیر دفاع و نماینده آقای خمینی در وزارت دفاع بود. در ستاد مشترک ارتش مستقر شد. ری شهری را به عنوان رئیس دادگاه ارتش معرفی کرد. در جریان کودتای نوشه از نزدیک مسائل را تغییر میکرد. یعنی سلطان علی شاه رو میگن، سلطان علی خامنه‌ای. عذر میخوام. در زمان تشکیل وزارت اطلاعات، آقا خامنه ای در مقام ریاست جمهوری با این استدلال که برای رئیس جمهور چیزی باقی نمونده، می گفت سازمان اطلاعاتی نظام باید زیر نظر رئیس جمهور باشد. وقتی به عنوان رهبر از سوی مجلس خبرگان، که خبرگان هم می گویند که البته دو بچش هم باید درست باشه، انتخاب شد، در اولین دیدار اعضای دولت با وی نظریه رعب خود را با آنها در میان گذاشت. نظریه رعب آقای خامنه ای که بعد دیدیم که برای ایجاد رعب، وقتی که عرض کنم این تئوری به اوج خودش رسید در عمل، فروهرها رو کشتن و سایر روشنفکران که مطلع هستیم و موضوع قطار زنجیری. میگوید سیاست رعب خود را با آنها در میان میگذارد. بر اساس تلقی آقای خامنه ای از قرآن و تاریخ اسلام، یک اقلیت فداکار با ارعاب و ترور توانست اکثریت خاموش را دور خود گرد آورد و بر آنها حکومت کند. نه بر اساس آقای گنجی، نه فرمایید بر اساس تلقی آقای خامنه. این حقیقت تاریخ اسلام است عزیزم، هستی تاریخ های به این قضیه. اتفاقا اسلام تنها دین و آیین نیست و جنبشی است که تاریخش بسیار دقیق باقی مونده. یعنی میشود گفت 5 دقیقه‌اش هم از بین نرفته از حوادث بزرگ. نه که تلقی خامنه ای نیست، خامنه ای درست فهمیده. میگوید که یک اقلیت فداکار با ارعاب و ترور توانست اکثریت خاموش را دور خود گرد آورد و بر آنها حکومت کند. آقای خامنه ای به اعضای کابینه مهندس موسوی گفت حکومت باید متکی بر یک جمع فداکار باشد. اکثریت مردم در حکومت خاموشند. یک جمع فداکار میتواند از طریق ایجاد رعب حکومت را پایدار نگاه دارد. زهی اسلام ناب محمدی. بله، در همون جلسه عطاالله مهاجرانی به اسناد آیه 15 آل عمران، بله، از وی پرسیده بود که قرآن میگوید رعب در دل کافران موثر است، بسیاری از آنها که امروز مسئله دارن از مؤمنانند و در مقابل رعب رعب نیستند، اما رژیم سلطانی که آقای خامنه‌ای تداوم بخشید بنایش بر این قرار گرفت که از نیروهای خفیه برای ایجاد رعب به منظور تثبیت و تداوم نظام استفاده کند. ترور دیگر اندیشان در داخل و خارج از کشور بر اساس نظریه رعب در دستور کار قرار گرفت. برای بسیاری از مردم این پرسش مطرح بود که چرا نیروهای وزارت اطلاعات برخی از مخالفان را با کار سلاخی کردند. پاسخ روشن است، هدف اصلی ایجاد رعب در دل دیگر اندیشان و دیگر باشان بود. گفتمان آقای خامنه‌ای گفتمان نظامی امنیتی است. آقای خامنه‌ای رفته رفته پای سپاهیان را به سیاست و اقتصاد ایران گشود و هر چه زمان پیش رفت این حضور و دخالت بیشتر و پررنگتر شد.
انتصاب سپاهیان به ریاست سیاست و سیما یکی از مصادیق این پروژه بود. هر یک از فرماندهان نظامی که بخواهد در یک پست سیاسی مشغول به کار شود باید اجازه رهبر جلب شود. در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی تعداد بیشتری از نظامیان به مجلس یافتند. بله، اینا داستانهایی است که عرض می شود که آقای گنجی گفته است. ما هم که عرض شود که ماهیت این داستان رژیم اسلامی رو خدمتتون بارها عرض کردیم و تاریخ اسلام هم آوردیم، قدم به قدم اینا رو بررسی کردیم بدون تعارفات و تکلفات و بدون ترس و بدون رودربایستی و اینها. حالا گروهی که آقا این دین اگه از دست برود واقعا فاجعه ای میشه، آقا چه چیزی باید جانشین بشه؟ مثلا عرض بکنم یه کسی باید بپرسید آقا چه چیزی هست که حالا چه چیزی میخواد جانشین چی چی بوده این داستان؟ کدام فضیلت، کدام بزرگواری، کدام تقوا، کدام خوشبختی بوده که حالا این وحشت کنی که این از دست برود یا تضعیف بشود؟